بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. شما که میدونید ما صلوات های اینجوری رو بالاخره تکرار را. یا از بابی که میخواید تکرار پیدا کنه اینجوری میفرستید که هی عاشقانه تکرار بشه، یا از اول اگه بخواید خودتون راحت کنید یه صلوات زیبای با محبت امام زمانی بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصلا این از اول چقدر انرژی میده به آدم تا اون صلوات خلاصه عارفانه، خیلی خلاصه خیلی عارفانه میگیم که بر نخوره، نه که عارفا اینجوری باشند، اما خیلی دیگه عارفانه که میشه اونجوری میشه. این چقدر انرژی به آدم میده این صلوات. انشاءالله یه صلوات دیگه بفرستین دلمو خنک شه. اللهم صل علی محمد و آل محمد فجر فجر و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در این چند جلسه گذشته در خدمت دوستان بودیم بحث جالبی بود که سلام علیکم الله، مربوط به شخصیت زن در اسلام بود که اگر یادتون باشه با این مقدمه آغاز کردند که نگاه تاریخی در ملل و تمدن‌های مختلف رو به زن اول بیان کردند تا جایگاه زن در انظار مکاتب و مذاهب سابق روشن بشه، و پس از اون نگاه به زن و شخصیت زن رو در اسلام شروع کردن و مطرح کردن که در ضمن این مباحث، مباحث فردی شخصیت زن و مباحث اجتماعی شخصیت زن و اصلا تفاوت ها و اختصاصات و مشترکاتی که بین زن و مرد هست رو به نحوی در اینجا آوردند، و در ضمن همین بیانات بود که حتی اون حدیث، اگر الان تو ذهنم اشتباه نخونم، جمال النساء، جمع عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهن، درست خوندم؟ که این حدیث شریف رو هم در جلسه آخر مطرح کردیم که بحث های بسیار در حقیقت دقیق علمی بود تو نگاه به زن که مرحوم علامه اشاره فرموده بودند و استفاده شد از اون فرمایشات مرحوم علامه، و محور تمایز زن و مرد رو ایشون به دو خصوصیت برگردوندن که این دو خصوصیت رو در صفحه 271 بیان کردن که یکی این است که اون چیزی که صنع الهی تفاوت و اختصاص قرار داده برای زن این است که زن به منزله حرس است در تکون نو، زن به منزله حرس است. کشزار چه خصوصیتی دارد؟ خصوصیت زن در به اصطلاح نظام آفرینش مثل کشزار است در نظام آفرینش، که زن به منزله حرس است که نساؤکم حرس لکم، این حرس لکم کشزار است. بعد فرمودن که ما خلق کردیم شما رو من ذکرین و انسا، که مبدع خلق حتما زن و مرد است. و بعدم اشاره کردیم به بحث رحم اگر یادتون باشه که حقیقت رحم در نظام الهی، این حقیقت رحم عرض کردیم که مبدئیت تمام نسبت ها از رحم نشأت میگیرد، و این مبدئیتی که از به اصطلاح رحم نشأت میگیرد تمام نسبت ها دائر مدار این رحم است، که این رحم عضوی از اعضای زن است که مشتق از رحمان است. یادتون هم است اینم یه بحث مفصلی راجبش کردیم که جای بست زیادترم دارد تو نظام های عرفانی، به این بیشتر پرداختن از منظر عرفانی. تو نظام به اصطلاح روایی هم بین رحم تینی و رحم دینی باز نسبتی که قائل شدن جای بست دارد، رحم تینی که همین رحمی است که ما میشناسیم، و رحم دینی که اون رحمی است که تو نسبت‌های حقیقی محقق میشه. پس یک نسبت‌های ظاهری است که از همین رحمی که عضو زن است نشأت می‌گیرد، و یک نسبت‌هایی است که نسبت‌های الهی است که با رحم دینی نشأت، اونم رحم دینی، تعبیر به رحم دینی که تعبیر در روایت این است که حقیقت محمد صلی الله سلام علیه و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این حقیقت رحم دینی حقیقی انسان هاست و از این طریق منتسب به خدا می شوند. پس همونطوری که از طریق رحم دینی انتساب صورت می گیرد در نظام ظاهری و احکام ظاهری دارد، مثل ارث و مثل تناسب ها و حرمت ها و حلیت ها و اینها که از همین نسبت رحم، یعنی همه محورهای نسبت های تو عالم دنیا، ارث بردن ها، محرمیت ها، حرمت ها، همه اینا از چی نشأت می گیرد؟ از نسبت رحم نشأت می گیرد. درسته؟ همه باید محوریتش بر اساس رحم باشد. یک پای فعال و اساسی این نسبت ها همه چی هستش؟ اگر دو نفر برادرن به لحاظ این است که مادر رحمی دارند، و اگر دو نفر در حقیقت حتی نسبت های از طریق پدر میبرند، به تبع نسبت باز رحم است که حالا بحثش ایشالله تو جای خودش مفصل خواهد آمد که نسبت ها بر اساس نظام رحم شکل میگیرد. همین نسبت ها وقتی که تو این رابطه تو نظام به اصطلاح طبیعی و نظام ظاهری شکل گرفت، تو نظام حقیقی هم از طریق رحم است. منتها اون رحم کدام رحم است؟ رحم تعبیر روایت آل محمد صلوات الله و سلام علیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با این نگاه اگر ما بحث رحم رو، بحث اون جمال و جمال الرجال فی عقولهن و عقول النساء فی جمالهن، که بیانی که از جناب حضرت آیت الله جوادی حفظه الله خدمت دوستان عرض شد که ایشون این بیان رو حکم دستوری میگیرد نه حکم توصیفی، که اگر دستوری شد نه توصیفی خیلی بیان متفاوت میشد. دستوری یعنی اونی که مورد تعالی است و توجه است و به سمتش با حرکت کرد، نه توصیفی که اینجوری است. اینجوری بودن بیان نیست، بلکه دستوری است. منتها احکام دستوریه تشریع حتما مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر نظام خلقته. مبتنی بر نظام، یعنی نظام خلقت این رو پایه‌هاش رو استعدادش رو قرار داده که دستور مطابقه در واقع چی هستش؟ تشریعی مطابقه با تکوین است. اینم ببینید، پس اگر میگیم دستوریه توصیفی نیست، نه به این معنا که تو نظام توصیف قابل وصف نیست این مسئله، بلکه تو نظام دستوری این حکم است مبتنی بر یک نظام تکوین است. اینم بحث مهمی است. لذا تو اونجا آخرین بحثی که داشتیم به همین بحث این روایت شریف و تبعاتش منجر شد که خیلی ازش مسائل نشأت گرفت. اگر توصیفی شد، اگر دستوری شد نه توصیفی، اون موقع این به عنوان نگاه متعالی دین تلقی می شود که زنان در نگاه متعالی دین با توجه به اون چیزی که تو نظام خلقت خدا برای اونها قرار داده، که تو نظام طبیعتشون این حقایق موجود است، هم نظام طبیعت به معنای طبیعت بدنیشون، هم نظام طبیعت به معنای نظام روحی و استعداد روحشون، نه طبیعت فقط به معنای جسم، طبیعت جسمی هست، نظام روحی هم که مبتنی بر روح هستن، این نظام لطافت و این نظام کشزار اساس این میخواید این برو خاموش کنیم. خلاصه این بود و نبودش، این دائما موت و حیات دارد و این موت و حیاتش و ظلمت و نورش، آره این از همین فضا استفاده بکنیم، ثباتش بهتر از اون. خلاصه میگه ما را به خیر تو امید نیست، شر و رضا. بله، با این نگاه اگر که نگاه اونو بریم بذاریم که نظام بر اساس همون کشزار است و اون رقت طبع، دومین خصوصیت هم چی بود؟ اون رقت طبع، بله دیگه، اون رقت بنیه و رقت طبع احساسی بودن، که این دو تا خصوصیت امتیاز لطافت بنیه و رقتش، این دو تا امتیاز زن است، اختصاص زن است. همین اختصاص نسبت به مرد به نحو دیگری مطرح می شود. پس نباید قیاس بکنیم که زنها ناقصند یا کامل و مرد رو ملاک قرار بدیم. ما نگاهمون حتی تو زنهامون نگاهمون مردانه است. یعنی چی؟ یعنی خصوصیات مرد رو اصل میگیرن، بعد نگاه میکنن ببینن زن چه قسمتی از اینها رو دارد و چه قسمتی رو ندارد. به قسمتی که ندارد میگن ناقص است، یا میخوان جبران کنن بگن ناقص نیستیم، جوری نشون بدن که بگن اینجوری نیست که نداشته باشیم. درسته؟ چرا؟
چون محل اصلا مقیاس رو، اون معیار رو چی گرفتن؟ مرد گرفتن. در حالی که بین زن و مرد یه حقیقت مشترک است که نوع واحدی هستن و این نوع واحد هم ان اکرمکم عند الله اتقاکمه، که هدف نهایی اینها هم هدف واحدی است، هدف نهایی، یعنی اون مقصد نهایی مقصد واحدی است. اما هدف‌های متوسط و قریب که در مسیر قرار دارد، سلام علیکم، که در مسیر قرار دارد، دقت میکنید، هدف‌های متوسط و قریب که مسیر رو معین میکند، هدف نهایی او در اوج در حقیقت رسیدن از زن و مرد در هدف نهایی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درسته؟ یعنی تو هدف نهایی مشترکن، اما راه رسیدن به این هدف نهایی مختلفه. چون راه رسیدن به این هدف نهایی مختلف است، پس اهداف متوسط و قریب مختلفی وجود دارد که در این مسیر معین می شود و می تواند این اهداف مسیر را معین بکند. لذا امتیازات زنان و امتیازات مردان به غیر از نقطه اشتراکشون، اینها مسیر رو مشخص می کند. لذا می بینید که اگر یه موقعی در اون آیه شریفه می فرماید که برای هر کدام از اینها لها مکتسبت، آیه شریفه چی هستش؟ خوندیم هم تو همین، بله می فرماید که لرجاله نصیبون من مکتسب، و اینو می خواستیم بگیم ولا تتمنو ما فضل الله بهی بعضکم علی بعضین، شما دنبالی نباشید که اختصاصات اون دیگری رو بخواید پیدا بکنید. خطاب به مردان است نسبت به زنان و زنان است نسبت به مردان. ولا تتمنوا، مون تا عمدتا خطاب به زنان است نسبت به مردان، که چون عمدتا زنها به دنبال اختصاصات مردان بودن. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، شما به دنبال اون نظام اختصاصات نباشید، دنبال نظام اشتراکاتی باشید اولا، ثانیا به دنبال اختصاصات خودتون باشید. هر کدام اختصاصی دارید، اختصاص خودتون رو، که للرجال نصیب من مکتسبو، که این اختصاصات مردان است، ولی النساء نصیب من مکتسب، نه اونها هم نسبت به راه اختصاصی خودشون نصیب خودشون رو دارن. اما واسال الله من فضله، پس از این که تو نظام اختصاصی هر کدوم قدم برداشتی، واسال الله من فضله، از خدا فضل الهی رو هم بخوایم، که فضل الهی این است که قدرت و توانی که تو اختصاص هر دیگری قرار داده شده، پس از انجام مأموریت محوری خاص خودشون امکان به دست آوردن اون هم هست، منتها پس از به دست آوردن چی؟ پس از به دست آوردن اون اختصاصات، نه اینکه واسأل الله من فضله بدون اون اختصاصات. لذا بعد بیانی که ایشون دارد این است که تفاخر در برای زنان در روایات ما نسبت به به اصطلاح کسب اموال، اشتغال یا علم یا مسائل اینجوری، این مضمون نیست. اگر که کسبی در این رابطه پیدا کردن، تفاخر به این مضمون نیست، نه تفاخر به مال به معنای این که پوز بدن، نه به عنوانی که مثلا امروز یه خانومی برای خودش این فضیلت رو ببیند که اشتغالی دارد تو اجتماع، این اشکالی ندارد، منتها تفاخر بهش هم اشکالی ندارد، منتها کی این تفاخر اشکال ندارد؟ پس از این که تو موارد اختصاصی خودش موفق بود، پس از این که اونها رو انجام داد، یعنی اون نظامی رو که نظام اختصاصیش بر عهده‌اش گذاشته بود او رو انجام داد، تو نظام اشتراک، تو نظام در حقیقت پس از او، اگر تونست کار دیگری انجام بدهد، این واسأل الله من فضله مانع ندارد، فضل الهی است و این فضل برای او ممنوع نیست، منع نشده، اما پس از او قرار داده شده، لذا تفاخر بهش هم مانعی ندارد، پس از این که تو اختصاصاتش موفق باشد. اینم یه نکته دقیقی است. پس اگر مأموریتی رو خدای سبحان بر عهده زن قرار داده که استعدادش رو هم در او قرار داده، و مأموریتی رو بر عهده مرد قرار داده و استعدادش هم در مرد قرار داده، این مأموریت اولا و به ذات برای اونها ممدوح است و مطلوب است و این رو ازش خواستن. اما اگر در حقیقت این رو انجام داد، می تواند واسأل الله من فضله، چون نوع واحدی هستن، تو مأموریت
اون در حقیقت دیگری هم دستی داشته باشد تو اون مقداری که استعدادش هست. یه موقع میگید حالا مرد کاراش انجام داده دلش میخواد حامله بشه، خب نمیشه، اون دیگه در حقیقت اختصاص مربوط به زنیست که برای مرد قرار داده نشده، بگه من میخوام اجر هم رو هم ببرم و اون وقت زایمان. اون خوندیم تو اون قصه که میگه وقتی زن میزاد اون قوم کجا بود؟ هند بود مثل که وقتی زن میزاد باید بلا فاصله بستر بلند شه، مرد بخوابه تو بستر همون تازایی، مرد بخوابه دو هفته یا مدت هیچ کار بکنه، زن هم زنی که زاییده هم بچه داری بکنند هم از این مرد پرستاری بکنند، چون زن زاییده این مرد بخوابه تو بسترش. حالا این دیگه اینم بالاخره یه فضلیه که برای این مرد وسأل الله من فضلیه برای اونها که این نگاه. اما میتواند عرض کردیم زن تو احساسات و بروز احساسات و تعبیر دقیقی که اونجا شد، محسوس کردن معقول، دقت میکنید، محسوس کردن معقول، قوتی که زن دارد بی‌نظیر است، این جزء وظایف اولیه است. لذا تربیت کودک که در دوران حس به سر میبرد، در دوران حس به سر میبرد، محسوس است، ادراکات محسوس دارد، به عهده مادر است عمدتاً. یعنی وظیفه اصلی مادری حضانت کودکان است. این حضانت کودکان که هم نظام مادیشون رو شامل میشه، هم نظام تربیتیشون رو، هم اطلاق شده زبان مادری، چون اون زبان مادری هم نوعی از تربیت دیگه، که این زبان مادری نوعی از این تربیت، یعنی محسوس کردن معقول. این توان در زن قوی تر است، نه اینکه اختصاص به زن دارد اما قوی تر است. این با توجه به توانایی زن، این قدرت در زن شدیدتر است. در جهت مقابلش معقول کردن محسوس هم جزء توانایی های در حقیقت ترجیحی مرد است که پس از دوران چیز اون وقت اون تربیت تو نظام بالاتر به عهده مرد قرار میگیرد، که معقول کردن محسوس، که اینا رو عرض کردیم تو جلسات قبل از تعطیلی که اینا نقاط مهمی است. نه اینکه مرد نمیتواند محسوس معقول رو محسوس کند، میتونه اونم، اما این توانایی در قالب زنها قوی تره. لذا عرض کردیم رفتار زنان که عبارت از محسوس کردن معقول است، با توجه به اینکه به جزئیات بیشتر نظر دارن و توجهشون به جزئیات بیشتر جذب میشود و به اونها بیشتر توجه دارن، این تسهیل میکند تا معقول رو محسوس بکنن، تا معقول رو چکار بکنن؟ محسوس بکنن. و این تو تربیت کاملا احتیاج بهش که نظام معقول رو بتونن محسوسا عرض کنیم. مثالش ایثار بود که در زنها چیشون به سرعت توی نظام رفتار ظاهریشون به راحتی بروز میکرد، در حالی که تو مرد این سختتر بارز میشد، دیدنش سختتر و تو رفتار عمومی و روزانه خانم ها این بیشتر و راحتتر دیده میشد. که این بحث همه گذشته ها، فقط داریم یادآوری میکنیم که خلاصه دوستان یادشون به فاصله نزدیک یک ماه شده، 9-8 بوده آخرین جلسه، الان نمیدونم چند، 5 تقریبا 4 روز دیگه، یک ماه از آخرین جلسه گذشته. خب با این نگاه نقاط امتیاز زنها و نقاط امتیاز مردها دو راه برای رسیدن به یه هدف، دو راه برای رسیدن به یک هدف. پس قیاس کردن یکی به دیگری کار غلطیه، بلکه در حقیقت چی هستش؟ راه هر کدوم اختصاصیه، باید اون راه رو دید با توجه به چیزی که خلقت در او قرار داده. تفاوت مردها و زنها تفاوت دو صنفه، نه تفاوت دو نوع است. تفاوت انسان با حیوان تفاوت دو نوع است، با مثلا فرس با بقر، اما تفاوت مرد و زن تفاوت دو صنف از یک نوع است. لذا هدف مشترک است، هدف مشترکم غایت نهایی است، رسیدن بهش واحد است. ان اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم، که آیه شریفه همین بودش که شما رو از خلقنا من ذکر و انثا، بعد میفرما آخرش که چی؟ ان اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم، که ذکر و انثا در خلقتشون درسته که ذکر و انثا هستن، اما در غایتشون چی هستن؟ واحد هستن. غیر از این که هر شخصی هم که به دنیا میاد من ذکر و انثا است، یعنی حتما این ترکیب باید در وجود هر کسی باشد، یعنی هر کسی که هستش من ذکرن و انساس. این گونه نیست که یکی فقط ظرف باشد یا بی تأثیر و دیگری فاعل باشد و تمام تأثیر.
بلکه خلقناهم من ذکر و انثی که هر دو تأثیر در این وجود دارند. لذا مردان بزرگ آینده هم محصول من ذکر و انثی هستند، زنان بزرگ هم محصول من ذکر و انثی هستند. لذا این حقیقت دائما در حقیقت در همه اینا چی شده؟ تکرار شده. خب تا اینجا این بحث گذشت و اگر حالا تا اینجا دوستان سوال دارن، چون بحث اگر یادشون رفته احکام مشترکه و مختصر ایشون بیان کردن، در احکام مشترکه و مختصر ایشون بیان کردن که این اگر می‌فرماید حکومت و قضا احکام مختصه به مردان است و نه زنان، درسته؟ نه اینکه علم به حاکمیت و علم به حکومت داری و سیاست و علم به قضاوت مخصوص مردان باشد، نه، زن هم میتواند این علم رو کسب کند، اما حکومت داری و قضاوت اختصاص به مرد دارد. چرا؟ چون اگر زنی هم این قساوت در دلش ایجاد بشه که اون عاطفه ها و حساسیت ها و رقت طبع و شعور و اون در اقل لطافت طبعش رو زیر پا گذاشته باشه و به مرتبه رسته باشه که براش گریه و خنده شاکی و در اقل اون متهم تفاوت نکند، ممدوح نیست در نگاه الهی این به این مرتبه رسیدن. دقت کردید؟ نمیخواد این رو ترویج بکنن. لذا هم غالبا امکان پذیر نیست، هم ممدوح نیست و ترجیح ندارد. اگر کسی هم توان، زنی هم بتواند غلبه بر احساساتش داشته باشد و این رقت طبع و ادراکش رو زیر پا بگذارد و بتواند قضاوتی بکند که به اصطلاح هیچ احساساتی درش دخیل نباشد، از نگاه الهی برای زنی ممدوح نیست که این خواهدی رو ترویج بکند. اینو تونستم عرض بکنم؟ اینو قبلا نگفته بودیم که این ممدوح نیست براش. دقت کردید؟ بحث مهمیه. حالا نمیدونم تونستم با همین مقدار. لذا کارهایی که اختصاصا برای مردان ذکر شده، نه اینکه زنی نمیتواند به او برسد، به علم او که امکان پذیر است نهیم نشده، به عمل او و کاربرد او اگر نهیم صورت گرفته، مال این است که امکان پذیر هست، اما با طبیعت زن چون سازگار نیست، ممدوح نیست در شریعت. و به سلام میگه که اگر آمد زنی تو این ناحیه، حتما از وظایف اختصاصی اصلیش چی میشه؟ حتما از وظایف اختصاصی اصلیش او خارج میشود و نمیتواند اونها رو درست انجام بده. لذا برای او این رو قرار ندادن، مثل همین حکومت و قضا. خب عرض کردم که آسیب فردی که شد، آسیب طرف میگه حالا آسیب اجتماعی برای اجتماع رو، حقوق فردی من رو خراب کردن به خاطر آسیب اجتماعی من نمیپسندم. میگیم نه، اولا آسیب فردی است. وقتی آسیب فردی شد قطعا آسیب اجتماعی هم هست، چون فرد اگر آسیب ببیند حتما اجتماع آسیب میبیند. جایی ممکن است اجتماع آسیب در حقیقت چی آسیب ببیند، اما آسیب به لحاظ فرد آسیب نباشد. اما هر جا فرد آسیب ببیند حتما آسیب اجتماعی هم هست. لذا اگر آسیب فردی شد، آسیب اجتماعی به طریق اولا هست، چون این وظایف محول شده است و واگذار شده است. خب اینم یه نکته. بله، امکان پذیر هست. چرا؟ لذا راهشو نبستن در خیلی از مسائل هم. حتی عرض کردم الان تو صفحه بعد میخونیم که میگه که روایاتی در این باب وارد شده که مباهات زنها و تفاخر زنها در بعضی از کارها مانعی ندارد، در بعضی از کارهایی که اونها فضل بر اون اختصاصاتشونه، اضافه بر اختصاصه، اما در مرد تفاخر مذموم است مگر در جنگ. مگر در جنگ تفاخر کردن که من فلانم من فلانم، تعریف خود در جنگ مانعی ندارد برای مردان، اما در زنان تفاخر به بعضی از وجوه فضل که حالا ذکر میکند با حفظ اون اختصاصات و تکالیف مانعی ندارد. حالا تو بحث این که اون تکالیف حد اقلش تکالیفشه، هیته دعوا و نزاعشه، اما تعالیش در حقیقت نقطه چی هستش؟ اون نقطه مباهاتشه. بله، اما در این حال اگر کسی تونست تو نقطه تکالیفش که اون خط قرمزهاش موفق بشه، حالا پس از این میتواند تو نقاط دیگه هم چنگ بزند، دست بزند، مانعی ندارد. اما اگر با
عدم حفظ اون خطوط قرمز دست زد، مذموم است اصلا، مردود است اصلا. دقت بکنید. بله. ببینید الان شما یه مسئله رو مطرح میکنید که ما اون جلسه هم یه کسی از دوستان سوال کرد، این جواب دادیم. اسلام یه دینی است که همه دستاتش با هم جواب میده. ما اگر میگیم که رفتن به دانشگاه فضل است و تحصیل علم فضل است، کجا اینو میگیم؟ کجا میگیم این فضل است؟ آیا تو هر جایی، تو هر به اصطلاح شرایطی میگیم نه، فضل اونجایی است که همه دستورات رو با هم ببینیم، تکالیف اولیه‌اش محقق شده، میگیم اجتماعی که اسلام میپسندد این است که دختر در همون اوان در حقیقت امکان ازدواجش ازدواج کرده باشد، درسته؟ وقتی ازدواج کرده در اصل اون اختصاصش رو گرم کردن و صمیمیت و اون رفع حوائج ضروریش محقق شده باشد، پس از اون چکار بکند؟ به کمالات بپردازد، فرزند دارد، در تربیت فرزند و همسرداریش و حسن و تبعول هم که اون دفعه گفتیم که این جهاد برای زنان است و این جهاد هم خیلی از مثال باید شالو بیشترم راجعش بعدن صحبت بکنیم، این جهاد هم محقق کرده، اما باز هم این انرژی و توان دارد. بعضی زنها تواناییشون فوق العاده است، میتوانند در کنار جمع همه اینها بتوانند کار، میگه این میتواند به تحصیل علم هم بپردازد و بعد هم بتواند تو نظام تربیتی اجتماعی هم داخل بشود، عیب نداره، این علاوه فضل است. اما یه موقع هستش که از اصل اختصاصاتش باز مونده، یا توی اجتماع بیماری است، دقت میکنید، توی اجتماع بیماری است، اختلال داره این اجتماع. آیا توی این اجتماع اختلال با چی کار کرد؟ تو نظام اختلال باید مسئله رو با نگاه اختلال نگاه کرد و صحبت کرد. نمیشه تو نگاه اون جایی که موزون از همه اعمال با هم و بعد حکم رو بکنیم همون رو سرایت بدی تو نظام. اگر پس ما گفتیم که تحصیل علم علاوه بر اون اختصاصات فضل است، اونجایی است که اونا رو آیت شده، اما تو غیر از اونجا آیا فضل است؟ باید دید که در حقیقت در اینجا تو نظام اختلال باید چی کار کرد. با حفظ نظام اختلال و نگاه اختلال و سوقش به سمت اصلا اون مطلوب، این تو اون چه نقشی میتونه ایفا کند؟ اگر نقشش اختلال بیشتر ایجاد میکند تحصیل، قطعا مثل مثالی که اون دفعه زدیم، گفتیم اگر گفتن ورودی دخترها به دانشگاه 68% شده، پسرها 32%، این اختلال یا نظمه؟ این فضل برای زن الان یا این به اصطلاح براش اختلاله؟ قطعاً این اختلاله، قطعاً این ممدوح نیست، قطعاً این مذموم است. چرا؟ چون این تحصیل به دنبالش اشتغال است، به دنبالش پر کردن جاهای کار است، درسته؟ صرف تحصیل خالی که نیستش که. اگر فقطی میخواد کاری جای شه، این به ضرر زن است یا به نفع زن که پستای مرد باید بره سربازی، مرد باید درآمد خانواده یا پدر و مادر رو یا بالاخره زن فردا تامین بکنه، لذا نمیتونه بشینه تو خونه هی درس بخونه تا هی شرکت بکنه، 20 بارم رفوز شد بازم خلاصه شرکت بده تا قبول شه. مرد مجبور دو بار سه بار که شرکت کنه چیکار بکنه دیگه؟ دست برداره تا بتونه به خب این برای زن آسیب میشه که اون رفت درس خون دیگه. شوهر تعداد زنان فارغ التحصیل 68% که لیسانس و فوق لیسانس دارن، اما مرد در حقیقت 32% که فارغ التحصیل کم بیشتر میشه، بعد ازدواج اونا چی میشه؟ این با اون اصل نظام اختصاص چی میشه؟ منافات دارد، لذا اختلاله. لذا باید حد اکثر ورودی دانشگاه های ما حد اکثر در حد مردان بیشتر نباشد، حد اکثر، بلکه ترجیح با این است که کمتر باشد. چرا؟ اون جلسه هم عرض کردیم اگر یک شغل باشد و دو زن و مرد مساوی از جهت شرایط، از جهت نگاه الهی این شغل مربوط به مرد است، چون گفته که چی؟ نفقه بر عهده مرد است، چون وجوب نفقه رو بر عهده مرد گذاشته و تحصیل مال برای زن فضل است نه وجوبی، ولی برای مرد وجوبی است. کسی که اونجا میگه وجوبی است، اگر یه شغل است دو زن مرد مساوی از جهت شرایط، حتما از نگاه دینی و الهی این شغل باید مربوط به این مرد باشد تا بتواند اون وجوبش رو رعایت بکند، و الا اگر زن اینجا اومد شاغل شد، این به ضرر خود زن است که مثالش هم زدیم، زنان شاغل تو آمارها همیشه درصد ازدواجشون چی بوده؟ پایین تر از زنان غیر شاغل بوده به نسبت، لذا این خودش یه آفته که اون اختصاصاتشون چی شده؟ که اون دست هدف اولی و اصلی مختل شده. پس این درس خوندن با این نگاه باید با همه این آمارها دیده بشه تا بگیم فضل است یا فضل نیست. بله. این ولو این که اون علم رو به دست بیاره به امکان
ممدوح نیست عملش، نه علمش. علمش ممدوح، عیب نداره، فضله، اما عملش قاضی بودن. یعنی تو بحث امام جماعت شدن میدونید که امام جماعت برای زنان شدن رو احتیاط میکنن و اکثریت هم الان قائلن که مانعی ندارد تو بین جامعه زنان، لذا دارن الان خیلی جاها هم انجام میدن. اما خب بگید زن امام جماعت برای مرد و زن باشد، خب این در حقیقت قطعا با اون نگاه تعالی الهی نسبت به زن که زن مستور است، زن حیا، اون بحث حیایی که مفصل راجع به زن داشتیم، او قطعا سازگار نیست که او در جلو قرار بگیرد، مرد در حقیقت در پشت قرار بگیرد، و این با اون دستور عورت بودن نظام وجود زن و حیا زن قطعا سازگار نیست با اون نگاه، قطعا این فضل ندارد و مطابق با اون احکام فطرتی هم هست که تو زن هست که عرض کردیم حیاهای نهگانه که در زن خدا قرار داده که اون جای خیلی بستی دارد حیاهای نهگانه که 4 تای اونها رو عرض کردیم چی میشه؟ 4 تای اونها پس از به اصطلاح دیدن عادت، پس از در حقیقت عقد، پس از ازدواج و پس از تولد فرزند، 4 تا از این حیاها چی میشه؟ 4 تا از این حیاها ریخته میشود. اما 5 تا اون که 5 تا چیه؟ خود این 5 تا 5 حیاست. باید این 5 حیا چی بشه؟ دیده بشود. 5 حیا یکسان نیست. 5 حیا یعنی طور، همونجوری که 5-4 طورش اونجوری به اصطلاح ریخته میشه و ممدوح هم هست اون ریخته شدن ها، مذموم نیست. یعنی اونها طور تکوین بر این چیده شده است که باید این گونه باشد. اون 5 طور هم باید 5 طورش دیده بشه، لذا او با اون 5 طور سازگار نیست. رجوع مرد به زن در نظام اجتماعی ممدوح نیست در نگاه الهی، که زن مصدریت قرار بگیرد در نظام اجتماعی ممدوح نیست. بله در جای ضرورت، نگفتن در جای ضرورت حرام است، اما به صورت عادی ممدوح نیست. لذا شغلهایی برای زنها ترجیح دارد، راجع هست که این مصدریت توش نباشد. بله ممکنه تا حرام هم کشیده بشه، اما بعضیش حرام نیست، بعضیش در حقیقت ممنوع نیست، اما مرجوع هست. قطعا مصدریت زن نسبت به مرد، که مرد به اصطلاح مرجعش زن باشد، نه مرجع تقلید، یعنی رجوع جایی باشد که قرار بگیرد که وزیر باشد، نمیدونم جایی باشد که مثلا این مدیر باشد، در نظام الهی با توجه دستور الهی ممدوح نیست، مگر مدیری که چی باشد؟ مگر مدیری که رجوعات مردها برای او نباشد. این الان بالاخره نگاه های امروز رو شما نگاه نکنید که تحت تأثیر جوها خیلی حرف ها زده میشه. اگر ما اون نگاه متعالی، نگاه الهی، حرام هم نیست اگه یه زنی وزیر شد، حرام نیست، اما مرجوع هست. دقت کردید؟ مرجوع هست. اگر این زن تونست خودش رو حفظ بکند، اگر تونست این در حقیقت همه شرایط رو رعایت بکند، مرجوع هست با همه این. یعنی تازه همه شرایط رو رعایت کرد، چی هستش؟ مرجوعه و راجح نیست قطعا این مرجعیت. بله اگه مدیریت جایی باشد که ارتباط نخواهد، مثلا طراحی باشد، نقشه کشی باشد، جوری باشد که چیزای ارتباطی رو لازم، اونجا اشکالی ندارد، اونجا ممکنه هم فضیلت باشد، راجح هم باشد، مانعی هم نداشته باشد. بله همون نگاه الهی که به اون مرزهای اصلی که ترسیم شده، مسائل مستحسن برمیگرده به همونا دیگه، با همون با رضا علیکم در حقیقت علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع دیگه، یعنی اصول هست با حفظ اصول اونها. یعنی الان شما مسائل مستحدثه پیدا نمیکنید که برگشت به اونها پیدا نکند. خب یه چند خطم بخونیم اگر اجازه بدید که بله تا کجا بود آقا؟ و اون ده تو حاضر مورد وسطاش بدیم و تمام شد. آره و عمدت اینو تندی بخونیم چون دیگه و عمدت هذه المورد، این که گفتیم که الا فی مورد یقتضی تبع هذالک، طبیعتش تب اقتضا بکند، و عمدت هذه المورد انها لا تتولى الحکومه والقضاء ولا تتولى القتال به معنی المقارعه، خودش جنگجو بودن برای زن در جایی که واجب کفایی براش نشود، واجب عینی براش نشده باشه، اونجا مقارعه بر زن نیست، هرچند به عنوان در حقیقت همون به اصطلاح پرستار و یا دکتر و یا اینها مانع ندارد، اما به عنوان جنگجو لا تتولى القتال و معنی المقارعه، لا مطلق الحضور، مطلق حضورش نف نشده، و الاعانه علی الامر کالمداوات الجرحى مثلا، و لها نصف سهم الرجل فی الارث، که اونم تفصیلا اونجا تفصیل کردیم، گفتیم سر مردو با پنبه بریدن، اینجا لها نصف سهم الرجل فی الارث، گفتیم 12 و 6 میشه چی؟ یادتون هست؟
گفتیم 2 به 1 میشه 12 به 6 میشه 18. بعد به این میگن که اون 6 تا تو بذار تو حساب بانکی دست نزن، به این 12 تا میگن چیکار کن؟ خرج زندگی تو بده. بعد خرج زندگی چقدره؟ خرج زن بیشتره تو زندگی از جهت به اصطلاح خورد و خوراکش با مرد یکیه، ولی تغذیه و پوششش چی هستش؟ پوشش و زینتالاتش که با مرد قابل قیاس نیستش که. پس باید از اون 12 تا حداقل 6 تاشو خرج زن بکنه. 6 تاش به اضافه 6 تای قبلی که خودش داشت میشه چند تا؟ 12 تا. چند تا برای مرد خرج شده؟ 6 تا. ولی همین که طریق خرج رو از کانال مرد قرار دادن، این سیستم تکمیل در حقیقت نظام وجودی است، سیستم طبیعته که این رو اقتضا که لذا للرجال الرجال قوامون علی، لذا همین این سیستم چیکار میکند؟ مدیریت رو اعمال میکند. با اینکه با پنبه سرش رو بریدن، اما یه سیستم مدیریتی کاملی هم هست، خیلی جالبه، جای خودش اگر درست باز بشه. یعنی این فقط نخواستن سر مرد و گول بزنن، یه نظام تکوینی هم هست، دقیق هم هست که اینجا در حقیقت شکل داده شده. بله، و لها نصف سهم رجل و علیها الحجاب و ستر مواضع زینه، برای او هم حجاب و ستر مواضع زینت رو خدا قرار داده تا اختصاص به مرد داشته باشد. اینها برای از زن برای مرد چی باشه؟ این اختصاص برای همسرش باشد، که علیها الحجاب و ستر مواضع زینه، غیر از نظام فردی کمالی برای خود زن، این در حقیقت یه اختصاصی هم پیدا میکند. و علیها باز ان تطیع زوجها فیما یرجع الی التمتع منها، نه در همه امور، در اون چیزی که به این برمیگردد. و تدور که مفاتها، و جبران شده است اون چیزی که علیه او قرار داده شده است، به ان نفقتها فی الحیات علی الرجل. ببینید چقدر وقت مرد برای به اصطلاح به دست آوردن خرج زندگی صرف می شود، او وقت برای زن این وقت آزاد گذاشته شده. آزاد گذاشته شدن این وقت چقدر امکان رشد او رو بیشتر می کند؟ اگر به هزانت فرزند و تربیت فرزند قدم برداشت، مفصل عرض کردیم این توسعه وجودشه، که با اینکه وظیفه قطعی واجبش نبوده، اما وقتی که به این کار اقدام کرد چیکار کرده؟ این توسعه وجود داده. عمل اون فرزند عمل سالش میشه عمل این زن، عمل او میشه عمل این، و این چقدر عظیمه. حالا جا داره انشاءالله بعدا بیشتر. و تدور که مفاتها به ان نفقتها فی الحیات علی الرجل الاب او الزوج و ان علیه، و بر مرد است که ان یه، باید مرد حمایت کند از زن. وظیفه مرد است حمایت از زن، حمایت مالی، حمایت آبرویی، همه حمایت ها در حقیقت برای نسبت به زن، برای مرد، چه پدر باشد چه همسر باشد. منتها ما یستطیع، تا اون بالاترین مرتبه ای که استطاعت دارد، یعنی توان مرد رو در حمایت از زن کاملا بسیج کردن بر این حمایت. و ان لها، البته برای زن حق تربیت ولد و هزانتش هم هست. و قد سهل الله لها انها محمیت النفس والارض حتی عن سوء الذی، خدا هم بر او لطف ویژه کرده، که اون لطف ویژه چی است؟ این است که تسهیل کرده خدا بر او محمیت النفس والارض. خدا وقتی که حمایت از زن رو به عهده مرد گذاشت و شناخت زن رو تو نظام اجتماعی با مرد قرار داد که یا از طریق پدر شناخته بشود یا از طریق همسر شناخته بشود، لذا عن سوء ذکر هم محفوظ قرار داده او را، چون محمیت و نفس است، حامی دارد. باید اگر میخوان کسی رو، زنی رو مورد در حقیقت تهمت قرار بدن، او در حقیقت باید جوابگوی همسرش هم باشد، جوابگوی هم باید او دفاع بکند از این، لذا محمیت و نفس است عن سوء ذکر. و کانه او از ابتدا وکیل دارد، کانه او از ابتدا چی دارد؟ دستگاه پیشگیرنده دارد برای اینکه کسی بخواد او رو متهم بکند. رها نیست، بلکه دفاع برای او قرار داده شده و سنگرهای دفاع تا تمام طاقت هم قرار داده شده. و اسم او هم تو اجتماع به اسم شوهر در حقیقت همسرش چی میشه؟ شناخته می شود. خود این یک حمایت نفس است از او که او چی نشه به سرعت کسی که میخواد او رو متهم کنه در حقیقت.